که افغانستان از حمایت قاطع ناتو برای آموزش نیروهای افغان برخوردار است. رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایی عبدالله برای شرکت در نشست وزیران خارجه ناتو به بروکسل رفتند. رئیس جمهور غنی تاکید کرده است که روابط ناتو و افغانستان وارد مرحله جدید شده است. به گفته رئیس جمهور، افغانستان خط مقدم جنگ برای امنیت اروپا و آمریکا است. Compelled by tragedy, cemented by sacrifices. روابط ما با ناتو با تراژدی آغاز شد. با قربانی استحکام یافت و اکنون وارد مرحله جدید شده است. افغانستان در خط مقدم مبارزه قرار دارد. اما تعهدات ناتو در آن مبارزه به مفهوم تامین مسئولیت اروپا و امریکای شمالی بوده است. رئیس اجرایی کشور نیز تاکید می‌ورزد که با ایجاد حکومت جدید در افغانستان زمینه تغییر فضا برای همکاری ها در این کشور ایجاد شده است. We need your continued support in با روحیه جدید همکاری که شما در حکومت جدید وحدت ملی مشاهده می کنید، زمینه ایجاد شده برای تغییر فضا نه تنها برای افغانستان بلکه برای منطقه و صلح جهانی بسا بزرگتر از آن چی است که ما تصور کرده می توانیم. همچنان دبیر کل پیمان ناتو توشیه قرارداد امنیتی و دفاعی کابل واشنگتن و کابل ناتو را زمینه قانونی برای کمک به نیروهای امنیتی افغان خوانده است. آنچه را که برای انجام ماموریتمان ضرورت داشتیم اکنون در دست داریم. روند آموزش مشوره‌دهی و همکاری نیروهای امنیتی افغان از حمایت قاطع ما برخوردار است. And build on our common achievements as Afghans take responsibility for their security. این در حالی است که پس از ختم سال روان نیروهای امنیتی افغان به گونه کامل مسئولیت امنیتی و محاربوی کشور را بر عهده می گیرند و قرار است که در نشست سه روزه وزیران خارجه ناتو در بروکسل ماموریت جدید این سازمان در افغانستان رسما تصویب شود. و همین اکنون هم نشست سران ناتو در بروکسل جریان دارد و ما تلاش میکنیم خبرنگار آریانانیوز را که در این نشست اشتراک کردن هم از طریق ویدیو کنفرانس با خود داشته باشیم و جزئیات بیشتر در مورد این کنفرانس از وی جویا شویم. و حالا هم ادامه خبرها. شماره از اعضای شورای ملی میگویند ناتو باید ماموریت جدید را که آموزش، تجهیز و مشوره به نیروهای امنیتی افغان است با گونه درست انجام بدهد. و گفته آنان به دلیل بی‌توجهی این سازمان در نبرد افغانستان ماموریت این سازمان در جنگ با تروریسم و القاعده ناکام مانده است. با باور قانونگذاران در شورای ملی اگر نیروهای امنیتی افغان به گونه درست تجهیز و آموزش نشوند ماموریت جدید ناتو نیز ناکام می شود. حمید صدیقی با شرح بیشتر این خبر. ماموریت جنگی ناتو در افغانستان نزدیک به یک ماه دیگر ختم می شود و این سازمان به اساس قرارداد وضعیت نیروها با افغانستان ماموریت جدیدش را آغاز می کند. شماری از اعضای شورای ملی کشور به این باورند که این سازمان در ماموریت جنگیش که از بین بردن القاعده و تروریسم بود ناکام مانده است. اما حالتی را که ما در 2004 3 و 2 و بالاتر از او داشتیم در 2013 و 14 خرابتر و بدترتر دیدیم که واقعا هیچ دستاورده نداشتن و امیدواری را که مردم افغانستان از آمدن قوای ناتو و حضور فعالشان داشت نه در بخش اقتصادی چیزی به دست آوردیم نه در بخش امنیتی. اما ماموریت جدید ناتو که در اول جنوری سال 2015 آغاز می شود متفاوت است. این سازمان باید در ماموریت جدیدش که برای 10 سال ادامه می یابد نیروهای امنیتی افغان را آموزش و تجهیز و مشوره بدهد. اعضای مجلس نمایندگان به این باورند که اگر ناتو به ماموریت جدیدش نیز بی توجهی کند موجودیتشان در افغانستان زیر پرسش خواهد رفت. قوات هوایی افغانستان را سرپای بکنه تا ای که افغانا بتونه خودشان عملیات در مبارزه علیه توریسم افغانا خوبتر بلد است نظر به خارجی ها. اینا میتونن خوب اونا را از بین ببرن به شرط از اینکه ما تمویل تجهیز سلاح ثقیل و خفیف بده داشته باشیم. اما عده دیگری از اعضای مجلس نمایندگان به این باورند که در قرارداد امنیتی و دفاعی کابل واشنگتن و وضعیت نیروها با ناتو مشخص شده است که نیروهای افغان باید از سوی آنان تجهیز و تمویل شوند. در دو موافقت نامه تجهیز و تربیه و
اکمال کردن قوتها و نیروهای امنیتی افغانستان واضحاً تسجیل یافته است، واضحاً نوشته شده است. این در حالی است که منشی عمومی ناتو در تازه ترین اظهاراتش گفته است ناتو آنچی را که این سازمان باید در افغانستان انجام میداد انجام داده است و فصل جدید همکاری ها با این کشور باز می شود. و همچنان در ادامه نشست ناتو، حالا قرار است نشست جهانی دیگر در رابطه با افغانستان در لندن برگزار شود که میزبان این نشست هم افغانستان و بریتانیا هست و حالا هم شریف حسنیار مدیر ارشد آریانا نیوز را از طریق ویدیو کنفرانس با خود داریم که آقای حسنیار برای اشتراک در این نشست به لندن سفر کردن و جزئیات بیشتر در رابطه با برگزاری این نشست و آمادگی های این نشست از آقای حسنیار جویا میشیم. آقای حسنیار، برای برگزاری این نشست چه آمادگی ها گرفته شده است؟ تشکر با عرض سلام به شما بینندگان تلویزیون ملی و آریانا‌نیوز. قسمی که شما در جریان هستید قرار است روز سه‌شنبه و چهارشنبه و روز چهارشنبه و پنجشنبه نشست لندن برگزار شود و شما زمینه‌ها پرسیدن یک نهایت تجار افغانی امروز وارد لندن شد، البته یک هیئت دیگه که شامل اعضای جامعه مدنی افغانستان است روز جمعه به لندن سفر کرده بودند و قسمی که شما در جریان هستید رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی فعلا در واکسل هستند که در نشست میتو اشتراک کردند و قرار است که فردا هیئت عالی رتبه افغانی از بروکسل وارد لندن شوند. قسمی که شما در جریان است این نشست دو روز از البته روز اولش نشست معاملات جانی مدنی و نشست تجار ملی و امنیت منطقه ای است و روز دوم نشست لندن است. خب آقای حسنیار، برای برگزاری روز نخست این نشست چه آمادگی ها و چه برنامه های در نظر گرفته شده؟ دقیق فردا ساعت یک بجا نشست به وقت لندن آغاز میشه به وقت انگلستان و در این نشست امتا جنگاه فردا سه بخش دارم که بخش نشست نهادهای جامعه مدنی است که دکتر عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی را برگزار میکنه و نشست اقتصادی است که تجارای افغانستان بریتانیا و کشورهای منطقه با هم نشست دارند که نشست دکتر اشرف رئیس جمهور افغانستان و اجرایی برگزار میکنه و فردا شام نشست انگلیه منطقه ای باشه که در این نشست کشورهای همسایه افغانستان که از جمله پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان و کشورهایی که یادآور از ایران هم دعوت شدن به این نشست اشتراک دارن و سر مسائل منطقه‌ای، همکاری منطقه‌ای، مبارزه با تروریسم و مبارزه مشترک با هم مخالف بحث و صحبت میشه. سپاس از شما آقای شریف حسنیار مدیر ارشد آریانا نیوز. شکر شما. آقای شریف حسنیار مدیر ارشد آریانا نیوز بودن که از طریق ویدیو کنفرانس با ما وصل بودن و در رابطه با برگزاری نشست لندن حرف‌های داشتن. و حالا هم ادامه خبرها. یافته‌های استخباراتی نشان می‌دهد که مهاجمان در تلاشند تا حملات تروریستی را بر بخش‌های از کابل انجام دهند. وزارت داخل از شهروندان پایتخت می‌خواهد تا در شناسایی هراس افغانان پلیس را همکاری کنند. همزمان نهاد زیر نام ورد اید در گزارش نوشته است که اخیراً حملات بر نهادهای امداد رسان خارجی شدت گرفته است. نصرت پارسا در این باره گزارش می‌دهد. اخیراً رویدادهای انتحاری و تروریستی بخش‌هایی از کابل را خونین ساخته است. وزارت امور داخله از اطلاعات استخباراتی پرده برمی‌دارد که نشان می‌دهد مهاجمان در تلاش انجام حملات بیشتر از این دستند. اطلاعات استخباراتی ما و نهادهای کشفی ما هنوز هم اطلاع در دست داره که دشمن زیاد تلاش میکنه که بالای کابل تمرکز کنن و دست به حمله بزنن. این بخشی از معلومات استخباراتی نهادهای ما هست و ما هم کوشش میکنیم که اینا را پیش از اینکه به هدف برسه مانع شویم و جلوگیری کرده بتانیم. اخیراً مهاجمان مسلح بیشتر بخش‌های غیر نظامی را در بخش‌های مختلف افغانستان هدف قرار می‌دهند، بخش‌هایی که یا ساحات مسکونی شهروندان افغانستان است و یا هم مربوط می‌شود به ادبای خارجی.
سازماندهی بیرون مرزا میشه که از طرف حکومت پاکستان یا ایسای پاکستان سازماندهی میشه. اونا هر جایی را که بخرن بزنن این یک دستاورد فکر میکنن. برای اونا مهم نیست جای ملکی یا غیر نظامی و غیر ملکی، برایشان هیچ ارزش نداره. ارزش برای اونا دستاورد شده. نهاد زیر نام ورلد اید در گزارش نگاشته است که در جریان سال روان میلادی 36 کارمند نهادهای مددرسان در رویدادهای تروریستی کشته شدند و نزدیک به 100 تن دیگر زخمی شدند. افغانستان اینا نمیخواهند که با خارجی ها یک جای باشه. افغانستانی که مثل 13 سال پیش هیچ تماس با جامعه جهانی نداشته باشه. حمله بالای اهداف خارجی ها، فرار اینا از کنار، فرار بتن از افغانستان، باز افغانستان تنها گذاشته شود و متاسفانه در دست از اینا بفته. وزارت داخله هرچند موجودیت برخی پناهگاه های مهاجمان را در پایتخت افغانستان رد نمی کند، اما می گوید بیشتر رویدادهای تروریستی در بیرون از مرزهای افغانستان طراحی می شوند، رویدادهایی که مسئولیت بیشتر آن را گروه طالبان بردوش می کشند. شماره از اعضای مجلس سنا از تأخیر در معرفی کابینه جدید ابراز نگرانی می کنند. آنها می گویند که کشور در یک وضعیت ناهنجار قرار دارد و باید حکومت وحدت ملی هر چیز زودتر اعضای کابینه را معرفی نماید. آنان میگویند اگر حکومت در ظرف 4 هفته طبق وعده هایش اعضای کابینه را معرفی نکند، حکومت وحدت ملی اعتبارش را در نزد مردم از دست میدهد. عبدالعزیز کریمی گزارش میدهد. بانک از حکومت وحدت ملی دوما میگذرد اما موفق به تشکیل کابینه نشده است. شماره از اعضای مجلس سنا مشکلات امنیتی، اقتصادی و اجتماعی را ناشی از نبود تشکیل کابینه جدید میدانند. این سرپرست ها یک حالت غارتگری در وزارت ها بوجود میره و حکومت افغانستان منافع ملی مردم افغانستان را در نظر میگره و افغانستان از این وضعیت بیرون بکنه و کابینه خود معرفی بکنه به ولسی جرگه و اونها از جای قانونی رأی اعتماد بگیره بیا در چوکی وزارت بشینه. دو رئیس جمهور که 5 سال آینده با سرپرستا از وزیرا شروع تا اجیرا بالاخره خاطر رسید و 5 سال از نو پوره خاطر شدی بسیار یک نقطه شرم و ننگ است. اما شمار از اعضای مجلس سنا از اقدام اخیر و حکومت وحدت ملی مبنی بر محول ساختن سرپرستی به معینان وزارتخانه ها را ستایش کرده میگویند که باید حکومت وحدت ملی قوانین را رعایت و در مورد والیان سرپرست نیز تصمیم اتخاذ نمایند، چون میاد سرپرستی آنان نیز به اتمام رسیده است. در قسمت سرپرست بودن والی ها در ولایات آیا حکومت وحدت ملی را دقت بکنه که والی ها میتونه که بیشتر از 2 ماه به عنوان سرپرست به وظیفهشان ادامه کار بده؟ آیا این با قوانین افغانستان، با قانون کار افغانستان مطابقت داره یا خیر؟ این در حال است که حکومت وحدت ملی گفته است تا 2 الی 4 هفته آینده نامزد وزیران را به مجلس نمایندگان جهت رأی اعتماد معرفی خواهند کرد. کوچی ها در سراسر کشور با چالش های زیادی روبرو هستند و حکومت وحدت ملی باید برای حل این چالش ها برنامه های را روی دست گیرد. ارائه خدمات لازم بهداشتی، آموزش و پرورش و اسکان دائمی از خواست های نمایندگان کوچی ها بیان می شود. در همین حال نمایندگان مردم کوچی در مجلس تاکید می ورزند که مشکلات کوچی ها را به گونه کتبی بر رئیس جمهور خواهند سپرد. در اینجا نمایندگان کوچی های 34 ولایت کشور گرد آمده اند تا چالش های عمده کوچیان را با نمایندگانشان در مجلس شریک سازند تا به این چالش ها از سوی حکومت رسیدگی شود. والی هایی که در ولایت های افغانستان است بسیار ضعیف هستند، بسیار در برای های کوچی ها ضعیف کار میکنه، وکیل صاحب های ضعیف کار میکنه، رئیس ها ضعیف کار میکنه، هیچ کار نمیکنه. دلمندم چه زر تر زر کابینه و نور حکومت ټول جوړ کړي او د کوچیانو او د افغانستان ټولو خلکو ته د مشکلاتو د حل یو معقوله لار را وباسي. در همین حال نمایندگان کوچی ها در مجلس خواهان اسکان دائمی از حکومت هستند. د افغانستان د اراضی ریاست نمې هیله او خواهش داده چې د افغانستان د اساسي قانون د 14 مادې حکم سره سم د کوچیانو په سرپناه برابرولو کې لازم تدابیر او پلانونه طرحه او د جلالت ماب جمهور رئیس ته وړاندې کی. ناهمنی باعث ازی شده که د ولایت ما نمیتونیم به قسمی که ما کار کرده بتانیم، اما امیدوار هستیم که تا اندازه ما کار مشکلات از اینا را برسانیم.
این نمایندگان کوچی ها تاکید می ورزند که کوچیان از سالهای پیش به این سو از خدمات بهداشتی، آموزش و دیگر سهولت های اولیه زندگی محروم هستند و آرزو دارند که با ایجاد حکومت وحدت ملی به این مشکلات رسیدگی شود. خبرهای خارجی که به همکاری رادیو آزادی تهیه شده هم پس از وقفه کوتاه تقدیمتون می شود، همراهی من کنید. باز هم خوش آمدید. تنها 43% از بودجه انکشافی افغانستان در سال 1393 خورشیدی توسط وزارتخانه های کشور به مصرف رسیده است. وزارت مالیه با ارائه این خبر میگوید ناامنی و مشکلات مالی باعث شده بیشتر وزارتخانه ها در مصرف بودجه شان در سال جاری ناکام بمانند. این بودجه 16.8 میلیارد دلار از کمک‌های بیرونی را نیز شامل می‌شود. وحید نویسا این گزارش را تهیه کرده است. صرف بودجه انکشافی ملی ماموریتی ناکام برای وزارت‌های افغانستان. وزارت مالیه امسال هم خبر خوشی از مصرف بودجه 447 میلیارد افغانی کشور ندارد. در مجموع بودجه ملی سال 1393 447 میلیارد افغانی پیش بینی شده بود. تا به امروز ارقام ما نشان می‌دهد که 43% بودجه انکشافی به مصرف رسیده. وزارت امور زنان با صرف 7% بودجهش، شهرسازی 14%، وزارت امور مهاجرین 18%، اطلاعات و فرهنگ 22%، تحصیلات عالی، کار و امور اجتماعی 28% و معارف 40% از جمله وزارتخانه‌هایند که کمترین مصرف را کرده‌اند. اما وزارت انکشاف دهات با صرف 69%، مبارزه علیه مواد مخدر 68%، وزارت داخله 53% و صحت عامه 52% از جمله وزارت‌هایند که توانستند بیشتر از نیم بودجه خود را مصرف کنند. در سال 1393 خورشیدی 20% از کمک‌های 79.2 میلیارد دلاری بیرونی در بودجه انکشاف ملی گنجانده شده، اما در سال پیش رو این رقم به بیش از 45% خواهد رسید. من بعد بیشتر از 45% کمک های جامعه جهانی از طریق بودجه ملی ما به مصرف خواهد رسید که یک دستاورد بزرگ است و این میتونه که بعضی پروژه های ما که کارش به تعویق افتیده این کارش آغاز میشه. آمارها نشان میدهد همین گونه بسیاری از اداره های دولتی دیگر در اجرای برنامه های انکشافیشان در سال جاری ناتوان بودند. و اکنون هم توجه کنید به نرخ شماره از اسعار خارجی در برابر پول افغانی. یک دلار امریکایی 57 افغانی با 90 پول، یک یورو 72 افغانی با 10 پول، یک پوند انگلیسی 90 افغانی با 30 پول، یک درهم امارات 15 افغانی با 60 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی با 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی 564 هستند. و حالا هم ادریس جویا در استودیو هست و مهمترین های ورزش رو تقدیم می کنه. ادریس خوش اومدی به استودیو و بفرما. تشکر. وقفه کوتاه، خبرهای ورزشی. بنام خدا و با عرض سلام. کرکت بازان کشور در سومین دیدار دوستانه خود برابر امارات به پیروزی دست یافتند. تیم ملی کرکت افغانستان که به منظور آمادگی در رقابت های جام جهانی کرکت آمادگی می گیرد در دیدار با امارات پذیرای 274 دوش در 50 آور شد و در نهایت به این هدف دست یافت و پیروزی در این دیدار را به خود اختصاص داد. دو تیم پیش از این نیز در دو بازی دوستانه به مسافه هم رفته بودند که هر دو دیدار با برتری امارات به پایان رسیده بود. تیم های ملی کرکت افغانستان و امارات که هر دو در جام جهانی سال 2015 کرکت حضور دارند و دنبال کسب آمادگی بیشتر در یک دیدار دوستانه دیگر هم برابر هم قرار خواهند گرفت. ملی پوشان هندبال کشور به منظور اشتراک در مسابقات هندبال
راهی فیصل آباد پاکستان شدند. هندبالیستان کشور در قالب دو تیم کابل را جهت اشتراک در مسابقات هندبال ترافی به مقصد پاکستان در حالی ترک کردند که یک ورزشکار افغان مقیم دنمارک نیز در جمعشان پیوسته است. این مسابقات با اشتراک 8 کشور در دو بخش زنان و مردان به میزبانی فیصل آباد پاکستان برگزار می‌گردد که 12 دختر و 12 پسر از افغانستان نمایندگی می‌کنند. پیش از این بانوان هندبالیست در مسابقات شهرهای تاجیکستان اشتراک کرده بودند و پسران هندبال نیز دستاوردهای رنگینی به ثبت رساندند.